خب درود به همگی. توی ویدیو قبلی در مورد اینکه اصلا دارک وب چی هست و یه کوچولویی هم از شبکه تور و اینجور چیزا براتون حرف زدیم، از بیت کوین گفتیم. در واقع ما برای که دسترسی داشته باشیم به دارک وب سه تا ابزار لازم داریم که یکیش بیت کوینه، یکی دیگهش توره و سومی اسمش از تیلز که صحبت میکنیم در موردش. فعلا یه مرور روی تور بکنیم. تور به زبان ساده شبکه مثل این ابری که اینجا می‌بینید یه شبکه‌ایه که شما وقتی واردش میشید حداقل 3 تا ریله براتون میاره و این شما از این 3 تا ریله که رد میشین آی پی تون 3 بار عوض میشه. یه بار آی پی تون میشه آی پی این ریله، یه بار این ریله، یه بار این ریله و در نهایت میرسین به اینجا. بنابراین ردیابی شما بسیار سخت میشه. یعنی بذار اینجوری بهتون میگم، ببینید شما اینجا هستید، خب متصلید به اینترنت و از طریق شبکه تور وصلین به آی اس پی. آی اس پی چیه؟ اینترنت سرویس پرووایر. مثل چی؟ مثل آسیاتک، مثل شاتل، مثل حالا ایرانسل امر اول هم در نظر بگیریم. خب مثلا چند تا هکر داریم اینجا، یه وکیل لایر وکیل اینجا ناسا هست، پلیس هست، الی آخر. خلاصه که اینا میخوان شما ردیابی کنن، شبکه تور این اجازه رو نمیده. یعنی شما توی یه محیط ابری هستید که بخوام مثال بزنم که مثال اون تخصصی میشه. ابر الکترونی رو دیدین، نظریه شرودینگر که میگه که الکترون یه جای ثابت موجود نیست بلکه توی یه ابری و از لحاظ علم احتمالات باید بررسی کنیم که کجا قرار میگیره. اینم همون جوریه. بنابراین شما رو نمیتونه هیچ کس ردگیری کنه. اون چیزی هم که توی مستر ربات دیدین توی قسمت اول جلسه، ببخشید نمیگم جلسه، توی ویدیو قبلی هم گفتم، من خودم حقیقتا تعجب کردم که تونست پیداش کنه. چون واقعا من فکر میکردم نشدنی باشه، ولی حالا چون خیلی از چیزایی که تو مستر ربات دیدیم به صورت واقعی بود، نمیخوام رد کنم که اینم الکی بود و نتونسته ردیابیش کنه، ولی خب تا قبلش ما میگفتیم نشدنی. حداقل الان نمیدونم، تا قبلش میگفتیم نشدنی. خلاصه این بهش میگن شبکه تور یا The Onion Routing Network یا شبکه پیاز، اینجور بگیم Onion Routing، نه Routing، Router اسم وسیله است، Routing. خب برای اینکه دسترسی داشته باشیم شما میرین تو سایت tourproject.org که توی ایران هم مشکل داره، باید با VPN بریم. خب شما وارد این سایت میشید، چی دانلود میکنید؟ تور بروزر. تور بروزر چیه؟ یه بروزریه که به صورت دیفالت با تور برای شما باز میشه و همونجور که میبینید نسخه ویندوز داره، مک داره، عرض بزرگ شما لینوکس داره و اندروید داره که من بخوام یه تصویرم بتون نشون بدم. تو گوگل پلی هم حتی موجوده. میبینید تور بروزر اینجا موجوده، تور بروزر آلفا هست و اوربات. اوربات میاد شبکه تور رو به صورت وی پی ان برای شما پیاده میکنه. خب اینم از این که حالا من نمیخوام وارد بخش اندرویدش بشم، میخوام همینجا رو بررسی کنیم. خب شما تور بروزر دانلود میکنید که برای لینوکس من پیشنهاد میکنم از پکیج منیجرتون بگیرید، چون احتیاج واقعا نیست و شما میتونید خیلی خیلی راحت و مستقیم از پکیج منیجرتون دانلودش کنید و این میشه نتیجهش. که شما وقتی که این کار کردین بعد حالا بعد شروع کنیم به کار بعدی، بعد کانفیگش کنید. کانفیگش چجوریه بذارین بازش کنم با هم ببینیم. خب اینجا رو میبینید داره سعی میکنه کانکت بشه و کانکت شد الان. خب من بیام توی سیتینگش بخش تور بهتون نشون بدم. خب ببینید اینجا یه چیز داریم به اسم بریج یا پول ها. اگه شما اینو بردارید که بدون بریج میخواد وصل بشه، ممکنه وصل بشه ممکنه نشه. یعنی بستگی داره کاملا به اون شبکه‌ای که شما استفاده میکنید. من مثلا قدیما امتحان میکردم روی ایرانسل نمیشد با همراه اول، یه مدت بدون بریج میشد ولی الان نمیشه. خب از چی استفاده میکنیم؟ الان از بریج های من در حال حاضر از بریج های بیلتین OBFS4 استفاده میکنم که حالا اگر این یه چیزیه که همیشه جواب نمیده، گاهی جواب میده گاهی جواب نمیده، امروز از شانس خوب ما جواب داده. نمونه های دیگه از این بریج هم هست، یکی یکی تست میکنه اگه نشد چیکار میکنه. اینجا مثلا در ریکوست بریج فرام همین سایت، از همین سایت برامون درخواست بریج میکنه و برامون میفرسته. و خب وقتی که نتونیم وصلیم طبیعتا هر چی شما ریکوست بزنید براتون چیزی نمیاره. بنابراین باید این گزینه رو بزنید، پروواید بریج، و اینجا این اولش
اول URL اضافه میکنیم bridges.torproject.org. بریم چند تا بریج بگیریم، اینا رو کار نداشته باشین، همین get bridge رو میزنین. اینجا میگه چه نوعی میخوای، همین دیگه، یه دونه که بیشتر نیست، IPv4. IPv6 رو نزنید چون IPv6 رو هنوز نتونستن درستش کنن، یعنی هنوز در حد تستینگه و جواب نمیده. get bridge میزنیم. اینجا ازمون یک کد امنیتی میخواد، اپر کیس و چیش مهمه، یعنی کیس سنسیتیوه. خب معمولا بهمون سه تا بریج میده، این سه تا که اینجا هست، سه تا رو بهمون میده. اینجا میزنیم سلکت آل، کپی میکنیم و همون جایی که گفتم میایم اینجا پیست میکنیم و تمام شد. خب از اونجایی که این بروزر من کانکت شده و من احتیاجی ندارم به این، دوباره برش میگردونم به همین حالت. این هم از این. اما بریم سراغ تیلز. برای تیلز احتیاجی به وی پی ان نداریم، این سایتش باز میشه. حالا تیلز چی هست؟ تیلز یه لینوکسیه که اومدن روش ابزارهای پرایوسی و خصوصا تور رو نصب کردن، که من اینو از پیش دانلود کردم. شما میزنید get tails tails، بعد اینجا میگه شما چه سیستم استفاده میکنه، اصلا کاری نداشته باشین اینا. به اینا هیچ کدومش کاری نداشته باشین. اینجا رو نگاه کنین، for dvds iso، همین ایزو رو باید بگیرین. یعنی من مثلا من قبل از اینکه بیام این ویدیو رو بگیرم فور لینوکس میگرفتم و ایمیج بهم میداد .img و اون به درد ماشین مجازی نمیخوره. مثلا میتونید این نسخه رو هم بزنید فور ویرچوال ماشین، ولی به نظرم کار جالبی نیست و همون ایزو بگیرید، یه چیز جامعیه و همه جا جواب میده. خب اینا همینجوری که میبینید من گرفتمش. من از پیش این تیلز رو باز کردم. خب ببینید به محض اینکه تیلز به اینترنت وصل میشه، اینجا میبینید این آنین سیرکتشه، یعنی مدارهای تورش میخواد نشون بده. به محض اینکه به اینترنت وصل میشه، این پیغامی که به شما نشون میده میگه خب چیکار کنیم چیکار نکنیم. شما این گزینه اولی رو میزنید، اگر که مثلا لوکال نتورکتون خودش میخواد به تور وصل بشه اینا، از این گزینه استفاده میکنید. ولی اگر نه، اگه بخواید عادی و نرمال وصل بشین، کانکت تو تور اتوماتیکلی میزنید و اینجا بریجش هم حتما تیک میزنید، کانتینیو میزنید. بعد میگیم که یوز دیفالت بریج. مثلا من الان دیدین که دیفالت بریج برای من باز شده بود، بنابراین من از همین استفاده میکنم. اگر که یه بریجی از قبل دارین، یا مثلا همونجوری که گفتم از سایتش گرفتید، خب طبیعتا گزینه دومو میزنید. اینو میزنیم، این شروع میکنه به کانکت شدن. و بعد از اینکه کانکت شد، من اینو بهتون نشون بدم، آنین سیرکتشو الان داره سعی میکنه به تور وصل بشه. خب تمام شد، این الان کانکت هست. و الان چیزی که وجود داره دیگه، الان کل سیستم ما به تور وصله. یعنی مثل اینه که اون بخشی که کابل اینترنت رو وصل میکردین، شما اومدین یه فیلتر گذاشتین سرش، اون فیلتر اسمش از تور، تمام دیتای ورودی و خروجی با تور فیلتر میشه. خب بریم ببینیم اصلا این سیستم عامل چه شکلی از چیا داره و اینا. این دیگه ببندیمش، کاری بهش نداریم. یه لینوکس دبیان بیس هست، یعنی اصلا خود دبیان اومدن فقط یه کمی کانفیگش کردن. بیا نشونتون بدم. خب اینجا میبینید که یه دبیان هست، دقیقا یه دبیانه. بعد عرض میکردم میخوام ببینیم چه چیزایی داره، چه ابزارهایی به ما میده. یه کوچولو کنده چون ماشین مجازیه. خب about tails داره، additional software داره که شما میتونید این پکیج منیجر میتونید از طریقش نرم افزار دیگه اگه دوست داشته باشین دانلود کنید. اما یه چیزی رو قبل از این مسئله بگم، tails یه سیستم عاملی که کاملا لایو، شما نمیتونید نصبش کنید. یعنی مثلا من خودم یه فلش مموری دارم، روی اون tails رو ریختم، هر جا که میخوام یه لحظه وصل میکنم به سیستم، بوت میکنم روی tails، استفاده میکنم، دوباره میره. اینی که میبینید الان داره از روی آیزو بوت میشه، یعنی نصب نیست. خب آرکایو منیجر داریم که برای فایل زیپ و اینجور چیزا، اجکتیویتی برای تغییرات صدا، ادیت صدا بگیم، بکاپ پرسیستنت و اینا رو بعدش براتون میگم. برای بوک داره، این برای این ابزاری که برای چی استفاده میشه، برای رایت کردن سی دی استفاده میشه، کلکیولیتر از ابزارهای گنوم، این
دسکتاپی که میبینید گنوم. کانفیگر پرسیستنت دوباره براتون میگم اینا رو، دیوایس پرسیستنت اینا همش براتون میگم. دیسکس از ابزارهای گنوم، داکیومنت ویور مال گنوم. اینو میبینید الکترون بیت کوین، این یه بیت کوین ولته که شما میتونید برید اگه داشته باشید. من مثلا خودم اینو هم روی سیستمم دارم هم روی گوشیم دارم که همش به یه حساب وصله و کل بیت کوین هایی که داشته باشین میتونید بریزین توی این. یه بیت کوین ولت دیگه قبلا براتون صحبت کردم که چه چیزیه. فایلز مال گنوم، اینی که میبینید گنو ایمیج مانیپولیشن تول یا گیمپ، ببخشید گنو ایمیج مانیپولیشن پروگرام یا گیمپ که آلترناتیو فتوشاپ، چی براتون میگم، معادل فتوشاپ. فتوشاپ شما روی ویندوز دارین، روی لینوکس گیمپ رو دارین. عرض به حضور شما که این ابزار نیست، اینکسکیپ یه، حالا بعضیا میگن معادل ایلوستریتور، بعضیا میگن که نه یه چیزی بین ایلوستریتور و فتوشاپه، حالا هر کسی یه چیزی میگه. این یه پسورد منیجره که شما میتونید پسوردتون توی این بنویسید، مثلا اونایی که گوشی سامسونگ دارن میدونن سامسونگ پس داریم که اونجا پسورد ما رو سیو میکنه، وقتی که میخوای خودش میاره برامون استفاده میکنه. اینا که میبینید لیبر آفیس هستن. آنین سیرکس که براتون باز کردم دیدیم، آنین شیر داره این بخش پسورد. پیجن اینترنت، این یه مسنجره که شما میتونید بهش آی پی سایت رو بدین. مثلا میگم شما میخواین از طریق یاهو مسیج بدین، حالا قدیم ما خود یاهو مسنجر بود، الان فکر نمیکنم کسی هنوز استفاده کنه. شما آدرس یاهو رو بهش میدین، یوزر و پسوردتون رو میزنید و شروع میکنید مسیج کردن. مثلا میتونید آدرس تلگرام رو بهش بدین و یوزر و پسورد و اینا رو شروع میکنید به کار کردن. پاور استاتستیکس مربوط به خود گنوم، روت ترمینال مربوط به گنوم، اسکرین شات گنوم، سیتینگ گنوم، اسکنر گنوم. اینم احتمالاً بعد دوباره برای رایت کردن باشه. ساوند ریکوردر برای گنوم. یه پکیج منیجر دیگه داریم که به اسمش سیناپتیک و این روی خود چیا نیست، بعد جدا نصب بشه که اینجا برامون روی دبیان ما نصب کردن. این تیلز اینستالر شما مثلا با همین سیستم عاملی تیلز دیگه دانلود میکنید، از به کمک این میریزینش روی یه یو اس بی دیگه. بعد ترمینال داریم و تاندربرد یه ایمیل، برنامه ایمیل مال شرکت موزیلا که فایرفاکس هم میزنه بیرون. تور بروزر داریم، تور کانکشن داریم، این هم احتمالا دوباره مال پسورد باشه. آن سیف بروزر داریم، فکر میکنم این فایرفاکس عادی باشه. تور بروزر یه اسپینی از فایرفاکسه که تور روش پیاده شده، یعنی امنیتش تضمین شده. خب ببینید من اینجا تور بروزر اینجا که باز میکنم و دیگه هیچ احتیاج به کانکشن نداره، یعنی اصلا تلاش هم نمیکنه که به تور بخواد کانکت بشه، خودش مستقیم از طریق همین شبکه توری که اینجا پیاده شده استفاده میکنه و کانکت میشه. خب میبینید داره صفحه بدونه که کانکت بشه، داره صفحه دیفالت خودش که مربوط به تیلز هست رو برامون باز میکنه. خب میبینید که باز شد و اینجا هم ببینیم یه وضعیتی. خب این بروزر ما سه تا نود داریم و در نهایت وصل شده به سایتی که مال تیلز هست، آی پی هاش هم میتونید ببینید و کسی که میخواد بیاد نگاه کنه از اون بیرون نگاه میکنه میبینه خب این مثلا از اینجا میخواد نگاه کنه میبینه آی پی شما اینه، ممکنه نمیدونه شما چند تا آی پی عوض کردین، اصلا بتونه یکی دیگه اشم پیدا کنه، اینم پیدا میکنه، یکی دیگه هم پیدا کنه، اینم پیدا میکنه، ولی از این یکی نمیتونه رد بشه. یعنی خاصیت بریج اول اینه که از بریج اول نمیشه رد شد، بنابراین این امنیت ما رو تضمین خواهد کرد. در مورد پرسیستنت ببینید، وقتی که شما یه سیستم عامل لایو دارید، مثلا من خودم با کالی لینوکس آشنا شدم که چیزی به نام پرسیستنت وجود داره، شما یه سیستم عامل لایو که داشته باشید همه چیز فریز هست، یعنی به محض اینکه خاموشش کردین تمام تغییراتی که ایجاد کرده بودین از بین میره. خب بعد چی کار کنیم که این تغییرات بمونه؟ بعد یه درایو پرسیستنت ایجاد کنیم. یعنی چی؟ یعنی اون درایوی که داریم و یه بخشیشو تبدیل می‌کنیم به پرسیستنت که اون بخش تحت فریز نیست و شما می‌تونید یه سری دیتا روش نگه دارید. مثلا من اون تیلزی که خودم دارم درایو پرسیستنتش روش دانلودهای تور بروزر ذخیره میشه، تنظیماتی که خودم کانفیگور کردم ذخیره میشه. بذارید همینجا کانفیگور پرسیستنت رو بزنم. فهمیدی که ما با یو اس بی نیستیم. خب الان جبهمون نشون نمیده.
یه سری چیزا میارم، مثلا میگه پرینترایی که ست کردی من برات نگه میدارم، پسورد وای فای که ست کردی برات نگه میدارم و خیلی چیزا رو نگه میداره، ولی خب بعضی چیزا هم نمیتونه نگه داره. برای مثال من تم و اینا رو عوض کردم، بک‌گراند و اینا رو عوض کردم، ولی اون نموند. اینجور چیزا هم هست. حالا بستگی داره به تنظیماتی که به اون پرسیستنت میدن، چون واقعا تو دنیای کامپیوتر چیزی به اسم نشود وجود نداره. این تنظیماتی که کانفیگ کردن برای این پرسیستنت اینجوری بوده که اجازه نمیداده بیشتر بخواد کاری کنه. خیلی خب، بیشتر حاشیه نریم، بریم وارد بشیم به تور و یه گشتم توی تور بزنیم و دیگه بریم دنبال کارهای دیگه. خب قبل از این که بخوایم یکم بیشتر وارد بشیم، من چند تا مثلا براتون بگم تبلیغ میشه یه جورایی. خب ببینید، داکتاکو رو براتون گفتم که یه مرورگر، یه ببخشید یه سرچ انجینیه، یه موتور جستجوییه که ایمنه و اپلیکیشنش هم اتفاقا برای اندروید وجود داره، میتونید استفاده کنید. اصلا اون بالا این گوشه اینجا یه دکمه شکل فایر داره، شکل آتش داره، میزنی روش تمام دیتاهایی که افتاده رو پاک میکنه، تمام کوکی ها همه چی رو پاک میکنه. خب این واقعا ایمنه. بعد یه بروزری داریم به اسم بریو بروزر که اونم باز همینجور ایمنه و حالا نمیخوام بیشتر وارد بشم، فقط در همین حد بدونید که یه بروزری دیگه هست به اسم بریو بروزر که حالا اینی که من اینجا دارم بیسش از روی کروم نوشته شده، از سورس کد کروم استفاده شده، همونجور که گفتیم تور بروزر از فایرفاکس استفاده شده و بریو بروزر از کروم استفاده شده، اما در واقع بهتر بخوام بگم کرومیوم استفاده شده. کرومیوم نسخه ای که به صورت گیت برای از کروم هست و اوپن سورس. اینم یه سری مثلا ابزارها داخل خودش داره که میاد یه سری محدودیت ها رو ایجاد میکنه، محدودیت برای اونایی که میخوان از بیرون بیان تا نتونن ترک های ما رو بندازن و در واقع اینجوری بگیم که میاد حریم خصوصی ما رو افزایش میده. خب بزنید چیزی بگم، اون داکتاکو رو یادتون داکتاکو.com بود، اگه من داکتاکو رو با تور باز کنم یه تغییر ایجاد میشه. داکتاکو آنیون من میخوام. داکتاکو آنیون. این هاشش داکتاکو آنیون. این داکتاکو آنیونه که من براتون باز میکنم. قبل از اینکه بریم اونجا ما یه سر به تور پروژکت بزنیم ببینیم تور پروژکتمون آنین میشه یا نه. ببینید آنینش اویلیبله. این آدرسیه که سایت تور به صورت آنین داره، یه آدرسی که اصلا مشخص نیست چیه، دات آنین داره و index.html و اینم وضعیتی که داریم. ببینید چند تا نقطه رد شده. خب میخواستم داکتاکوی آنین رو براتون بیارم. خب با داکتاکوی آنین اینجا ببینید داکتاکو یه چند تا کارکتر اضافه شده، بعد آخرش اومده دات آنین. این داکتاکوی آنین هست و همونه، فقط آنین شده. یعنی این دیگه از اونم ایمن تره اینجور حالتی. این من بزرگش کنم. خب بریم توی همین داکتاکوی آنین سرچ بکنیم. خب بچه یه رد روم پیدا کردیم، بریم با هم تستش کنیم. آدرسش این ولید بود، آدرسش عوض شد. خب اینجا از ما میخوان که یوزر پسورد وارد کنیم و لاگین کنیم. این یه رد روم واقعی بود، من فکر میکردم از این الکی ها باشه، میخواستم یه الکی بهتون نشون بدم. یه رد روم واقعی خورد و پستمون متاسفانه. همجور که میبینید خیلی از این لینک ها این ولید میخورن، دلیلش اینه که اینا هی تون تون عوض میشن و یه جوره اکسپایر میشن. بچه یه سایت پیدا کردیم اسمش از Breaking Bad، کارش اینه که دراگ دیل میکنه برای رد و بدل کردن مواد.
جالب بود، اینو تا حالا ندیده بودم، این جدید بود برام. خب یه سرچ انجین پیدا کردیم به اسم دیپ سرچ، بریم داخلش رد روم رو سرچ کنیم ببینیم چی میاد. خب یه سایت گانز پیدا کردیم، بریم ببینیم داخلش اگه باز باشه. ممکنه اینا هم همش احتمالا همه اینا یوزر پسورد میخوان. خب این یه چیزایی آورده، شما میتونید اینجا سلاح خرید و فروش کنید. جالب هم اینه که به دلار قیمت ها رو نوشتین، معمولا باید به BTC باشن. رایفلز رو بریم ببینیم. ما همین سه تا ظاهرا موجوده، چون یه گفته 9 تا نشون بده ولی همین سه تا رو آورد. خب یه پیج پیدا کردیم هایر هکر، میتونید هکر استخدام کنید. اینم جالب بود. بعد یه چیزی من همین الان یادم اومد، اونم اینه که توی این دارک وب از مسنجری که خیلی استفاده میشه تلگرامه و الان خیلی شایعات راجع به تلگرام داره میاد که آره تلگرام امنیت نداره اینا، ولی من که خودم میرم اینجا میدونم همه این افراد از تلگرام استفاده میکنن، دیگه کاملا مطمئنم که تلگرام از همش ایمن تره. دیگه اینا وقتی استفاده میکنن ما چی هستیم دیگه. خیلی خب، امروز خیلی لینک ها با همون نساختن و هر لینکی برامون باز نشد قبلا. حالا یه بار دیگه یه جای دیگه ویدیو رکورد کرده بودم، اونو اگه تونستم تو ادیت چند جا براتون وارد میکنم ببینید. امیدوارم که از این ویدیو لذت برده باشید. لایک و کامنت و سابسکرایب یادتون نره. منتظر ویدیوهای بعدی هم باشید و بدرود.